شیرین علیزاده چی میدونیم؟ ببین، بر اساس اون چیزی که به دست ما رسیده، خب شیرین علیزاده خونساری متولد سال 65 با پسر 7 سالش در ماشین بوده 31 شهریور در اون محدوده‌ای که نزدیک متلقو در تونکابون به سمت چالوس بودن، درگیری بوده بین ماموران پایگاه بسیج و معترضان. دو تا خودرو بودن، خودروی اول این مسیر رو طی میکنه رد میشه، خودروی دوم که خانم علیزاده خونساری توش بوده هدف گوله قرار میگیره، همونطور که توی عکسی که نشون دادیم آثار خون روی صندلی هست و اینها، و کودک 7 ساله، پسر 7 ساله خانم علیزاده هم همراهشون بوده. از اون موقع این بچه اصلا شرایط خوبی نداره، اونجوری که به ما گزارش رسیده بسیار در شوک هست. اینکه اینقدر هی مدام در حال نیروهای امنیتی، چه خودشون چه اون افرادی که تو ماشین بودن، تهدید کردن، شرایط رو براشون سخت‌تر کرده. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که خانواده رو مورد تهدید قرار دادن توی کل پروسه تا اینکه بتونن پیکر رو تحویل بگیرن و مراسمشون رو بتونن برگزار بکنن. بیشتر در باره خانواده خانم علیزاده برامون میگه این تهدیدهایی که در واقع صورت گرفته، مخصوصا در ارتباط با خاک سپاری، جواز دفن میدیدم که داشتی یه سری اطلاعات جمع‌آوری می‌کردی. ببین، خانم خانساری که فوت میشن، خب پیکر باید تحویل داده میشده به اصفهان. برای انتقال به اصفهان برای خانواده مشکل ایجاد میکنن، به خانواده میگن هر نوع اطلاع رسانی، هر نوع انتشار خبر یا مصاحبه‌ای میتونه براشون عواقب داشته باشه، خانواده تهدید میشن. توی این شرایط در هر حال خانواده بسیار آسیب دیده است، میخواد عزیزش رو تحویل بگیره، میخواد مراسم برگزار بکنه، مدام این آزار و اذیت ادامه داشته. خانواده تعهد میده پیکر رو تحویل میگیره. همونطور که نشون دادیم توی جواز دفنی که برای خانم علیزاده صادر شده، عنوان شده پرتاب گلوله، یعنی اصابت جسم فلزی شتابدار، توی پرانتز گذاشتن گلوله. در اون جوازی که برای علت فوت صادر کردن، زدن برخورد جسم سخت یا تیز. در هر حال خانم علیزاده رو دفن کردن، دقیقاً در مقابل چشم پسر 7 سالش بهش تیراندازی کردن. الان فضای اون خانه همچنان به خاطر رفت و آمد ماموران امنیتی، خانواده تحت فشارن و اون پسر 7 ساله هم آسیب دیده است، هم مادر از دست داده. اسم خودشون رو میگذارن نیروهای امنیتی. یک شهروند ساده برای مسافرت میره یک گوشه کشور بدون اینکه حتی در اعتراضات شرکت کرده باشه، میبینه بچه 2 ساله کشته میشه. یعنی شرایط رو به گونه ای کردن که حتی شهروندان عادی در یک تردد ساده امنیت جانی ندارن. ممنون از تو نیکی محجوب.